استغفر الله ربي واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تحويه المشاهد ولا تدركه الشواهد وهو يدرك الابصار اللطيف الخبير ثم خير التحيات واشرف الصلوات على الرسول الكريم والنبي العظيم ذي الكرم العميم والخلق العظيم الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما ان قاف القدم القائم فوق مرغات الحمام ناظم المنازم الحجة القائم نور الله وبشر الله عيوننا وقلوبنا برؤيته ولقائه وجعلنا من خير أصحابه وأنصاره قال الله الحكيم في كتابه بمحكم آياته ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هدیه به ساحت ملکوتی ولی نعمت اعظم آقا و سرور عالمیان صاحب و ناظر این محافل این مجالس و موعود جهانیان حضرت حجت ابن الحسن صلواتی مرحمت فرمایید به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است یکی از اون دستورات اکید قرآن اینه اگر آرزو دارید و توقع دارید که نعمتهای پروردگار دو چندان شود و مورد لطف و خاص و عنایات خاص پروردگار بیش از گذشته قرار بگیرید از اون چه که به شما عطا شده قدردانی کنید و شکرگزار باشید در روایات هم تأکید شده شکر اونهایی که سبب این لطف شدند سبب این عنایت شدند مقدم بر شکر پروردگار این که بالاخره همه ما توفیق پیدا کردیم با همه این شرایط دشوار جهانی در این محافل حضور پیدا کنیم چه از طریق فضای مجازی چه از طریق حضوری شما حضار محترم چه بانیان خیر این محافل همه توفیق پیدا کردن این جای قدردانی و سجده شکر داره چون خیلی ها به دنبال بهانه بودن خیلی ها واقعا گرفتار شدن این اشراق الهی که به تک تک شما عزیزان رسیده این باید قدردانی بشه و شکرگزاری بشه وقتی از حضرت پرسیدن رسم شکر حضرت فرمودن از اونی که برای تو این سبب رو فراهم کرد شکر کن این مقام شکر شکر پروردگار رو به همراه داره زیادی نعمت رو به همراه داره من به نوبه خودم قدردانم و قطعا باید سجده شکر مکرر و مکرر بر این آستان بگذارم که به حمد الله تو این محافل روزی ما شد خیلی ارزشمنده جوانهای محترم جوانهای گرامی و عزیز بزرگترهای محترم و نورانی بخش این محفل به خودتون ببالید و افتخار کنید که تو مجلس حضرت توفیق حضور دارید آیان خیلی ارزشمنده فرمودند سرور معظم ملائکه الهی وجود نازنین حضرت اینها به شما خیر مقدم میگن این سنت بزرگ من چندی پیش تصویر چند تن از مراجع رو دیدم
که اینها تو این محفل نشستن نزدیک در خیر مقدم بگن، چون منتظرن در بین مستمعین و حضار وجود نازنین حضرت هم که مشرف میشن، اینها بگن آقا سلام علیکم. اینها خیلی شکر داره. من هم به نوبه خودم از همه بانیان خیر این محافل، اونهایی که زحمت کشیدن، چه در آشپزخانه، چه در حوزه نگهبانی، مراقبت ها، بهداشتی و غیره، از همه عزیزان قدردانم و قطعا مسلم میدانم که عنایت حضرت بقیت الله به صورت خاص شامل حال اینها خواهد بود. در این میان هم به شما عزیزان واقعا میبالم و افتخار میکنم و به شما بزرگواران هم تأکید میکنم از این فرصت فراهم شده در این گوشه غرب، در این در واقع دل اسکاندیناوی، شکرگزار خاص باشید بابت دو موضوع. یکی این مکان مقدسی که شما عزیزان گرد هم میایید، مقدسه، نه به این جهت که محرم صرفا، نه، عطر و فضای معنوی حاکمه بر این محفل رو شما کمتر در اروپا میبینید، کمتر در اروپا میبینید. عرض خواهم کرد. یک این و دو شخصیتی که به عنوان امام در این مجموعه هست. من امشب میخواستم نکته‌ای بگم، هی احتیاط میکردم، البته خوشحال شدم گفتن خود حاج آقا تو بخش دوستان عرب زبان حضور خواهند داشت، راحت تر میخواستم مطلبی عرض کنم. از ایشون عذرخواهی میکنم، منو حلال کنن، اما نمیتونم نگم. من نسبت به این چند سال، بیش از یک دهه‌ای که در حوزه اروپا هستم، خیلی کشورها رو رفتم، خیلی شخصیتها رو دیدم، اما حقیقت قلبی عرض میکنم اینجا باید این سجده شکر رو دو چندان گفت، چون مکان متبرک، چون امام بزرگواری هم که شما تو مجموعتون دارید، حضرت حجت الاسلام والمسلمین، عالم فاضل ربانی، جناب آقای حکیم الهی ادام الله ذله، یه شخصیت معنوی است. میدونید که ممنوع از نظر اخلاقی، آیان اجازه نمیدن خود ایشون که من این جمله رو بگم، اما باید بگم چون حق مطلبه. از یک خاندان عالم، من نجف خدمت چند تن از مراجع مشرف شدم. یکی از این بزرگواران وقتی احوال اینجا رو پرسیدن که در غرب چه میشود و چه گذشته است اینها، وقتی من اشاره ای کردم، بلافاصله ایشون با یک عبارت مدح و دعا نسبت به ایشون یاد کردن. خیلی خوشحال شدم که دیدم این مرجع بزرگوار در نجف دارن رصد میکنن و میفرمودن که دعای خاص من از جوار حضرت علی سلام الله علیه شامل حال ایشون و مجموعهشون هست. لذت میبرم. آیان اینها نعمته. شاگرد مرحوم دولابی، شخصیت عارف بزرگ، صاحب نفس که به دعای او عده شفا پیدا میکنن، مستقیما تو محفل شما بذل معنویت میکنن. خدا رو شاکرم. خدای به حق این ساعات با عظمت و به حق وجود دردانه صاحب این مجلس، همه علماء ما، مراجع بزرگ تقلید و این شخصیت بزرگوار رو مورد عنایت خاص با صحت و سلامت و طول عمر قرار بده. سلامتی خودتونم یه صلوات مرحمت بفرمایید. آیه شریفه‌ای که محضرتون قرائت شد، آیات نخست سوره بقره است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. چند پیام در دل این آیه اول سوره بقره است. اینو اشاره کنیم دیگه، آخرین عرائض بنده در این محفل ارزشمند و نورانی است. یک فرمود ذالک الکتاب. کتاب در اینجا یعنی قرآن. من ابتدا ترجمه کنم این جوانهای عزیز با ترجمهش انس بگیرن. میفرماد و آن کتاب، ضمیر اشاره دوره، آن کتاب، شک نکنید و یقین بدونید، اسباب هدایت و عین هدایت برای اهل تقوا، برای متقین. ممکنه سوال بفرمایید متقی کیست؟ ادامه آیه داره تعریف میکنه متقی کیه.
میگه کسانی که در مقام اول ایمان به غیب دارن. این آیه و این سیاق آیات در قرآن منحصره، یه مفهوم خاصی داره. میگه متقین یک، ایمان به غیب دارند. دو، اسباب نمازگزاری و عبادت رو فراهم میکنند، اقامه نماز میکنند. و سه، اهل انفاقند. اینا کنار هم باید ستایی جمع بشه که بشید متقی. حالا مفهومشو با هم مرور کنیم. یکی فرمود ذالک الکتاب. چرا؟ نمیگه این کتاب، قرآن مقابله، خود قرآن دیگه، آیات قرآنه. نمیگه این کتاب، میگه ذالک. در ادبیات عرب وقتی شما بخواد به یه چیزی که دور اشاره کنید از ذالک به کار میبرید. تو فارسی میگیم آن. یه معنا، یه معنای ادبی لطیف هم در دلش هست. وقتی شما میخواد بگید او فلانی، آدمی که خیلی در دسترس شما نیست، خیلی فهمش سخته، اونجا هم شما از ضمیر دور استفاده میکنید. مطلبی که خیلی بزرگه از ضمیر دور استفاده میکنید. اینجا که میفرماد ذالک الکتاب، یعنی کتاب قرآن خیلی با معناست، خیلی با مفهومه، خیلی سخت میشه همه چیشو فهمید. کار سختیست فهم و درایت قرآن. فرمود ذالک الکتاب، او کتاب، اون عظمت، اون بزرگی که فهمش خیلی کار داره. لا ریب فیه هدن للمتقین، شک نکنید سبب هدایت، شک نکنید سبب هدایت. خبی چند وقت شما دیدید بعضی مسائل پیش میاد نسبت به قرآن، بدونید عظمت قرآن بالاست. در غرب هم به حمد الله خیلی از نخبگان میدونن قرآن یه دریا مطلبه، یک دنیای گنجینه است. پس فراز اول اینه که بدون قرآن کتاب هدایت. من و شما هم حتما به قرآن انس بگیریم. یکی از چیزهایی که من از این مرکز خیلی لذت میبرم، هر جا منزل شما عزیزان در سوئد حضور پیدا میکنم، تو بعضی شهرها میبینم از تو دل این مرکز قاری قرآن در اومده. خیلی لذت میبرم، خیلی لذت میبرم که تو سوئد از این مرکز امام علی، ما هر جایی که میریم میگن فلان جوون اینجا قرآن یاد گرفت و قرائت قرآن میکنن. اینا نشون میده معنویست، مرکز معنوی شده. خیلی لذت میبرم با قرآن انس پیدا کنیم، کتاب آسمانی ماست. خب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا سه تا شرط معین کرد. اگه میخوای اهل تقوا باشی سه تا شرط رعایت کن. یک، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب بیار. اولین سوالی که مطرحه اینه، خب چرا اول ایمان به غیب؟ جوانای محترم، چرا تو قرآن میگه اولین شرط تقوا ایمان به غیبه؟ چرا نگفته ایمان به خدا؟ چرا نگفته ایمان به پیغمبر؟ اول گفت یؤمنون بالغیب. خوب دقت کنید، جواب جواب مهمی است. من برای که مثالو سادهش کنم، شما اینجا در دسترستون کلیسا زیاد دارید. وقتی وارد کلیساها میشید میخواد حضرت مسیح رو ببینید، دیدید که با ویترای تصویر میکشن روی این شیشه های کلیسا، نقاشی های میکنن. تو این نقاشی ها برای که حضرت مسیح و جایگاه حضرت مریم رو نشون بدن، دیدید با این نقاشی های ویترای ملائکه ای رو کشیدن که همش در اطراف حضرت عیسان. بعضی از این نقاشی ها دو کلیساهای مرکزی که ما بهش میگیم کاتدرال، تو هر شهری یک کلیسای بزرگ مرکزی است. تو این تصاویر این ملائکه در حال تردد بین آسمان و زمین، بین پروردگار حضرت عیسی، بین پروردگار حضرت مریم، بین پروردگار و حواریینن. همین تفکر و اندیشه رو شما تو یهودیا میبینید. نقش فرشتگان تو تورات خیلی مهمه. چرا آیه اول فرمود یؤمنون بالغیب؟ برای که مگر قرار نیست من و شما پیغمبر رو قبول کنیم؟ نباید ایمان بیاریم؟ کی باعث شد که من و شما به پیغمبر ایمان بیاریم؟ وحی. وحی از کجا آمد؟ فرشتگان. اسباب خلقت و نظمی که شما تو آسمان و زمین و ابرها و غیره میبینید، این اسباب تو ادبیات دین یعنی تورات، انجیل و قرآن با کیه؟ با فرشتگان. غیر از اینه؟ مگر پیغمبر اکرم برای من و شما قرآن رو نیاورد؟ چرا؟
حالا من میتونم قرآن رو قبول کنم بگم فرشته ها دروغه. خیر، چرا؟ چون جناب جبرئیل ایشون آمدند قرآن رو آوردند و به پیغمبر تقدیم کردند، پیغمبر هم به من و شما عنایت کردند. پس یؤمنون بالغیب یک دائره مهمی است. اگر میخوای تو این مسیر بیای، اول غیب رو بپذیر. غیب رو که پذیرفتی، رابطت با خدا رو هم درست میکنی. پس این که فرمود اول یؤمنون بالغیب، نگفت یؤمنون بالله، اول آیه برای تقوا، برای اینه که اگر غیب رو پذیرفتی، میپذیری اون بالا یه نفره، میپذیری که این مجلس افرادی هستن شاهد و ناظر و حاضر، میپذیرید که به فرموده سرور معظم ملائکه در اینجا در گرداگرد اینجا به تردد و نوشتنن. خیلی مهمه. وقتی من بپذیرم دو ملک در کنار منه، مثل که شما دیدید الان دیگه آدم جای قدم میزنه از این دوربین ها میهراسه. تو آسانسور میخوام سرمون و عمامه رو درست کنیم، نگرانیم آسانسور همین زاویه رو هم داره میبینه. چرا؟ چون توش دوربینه دیگه، روزگار همه جا دوربینه. حالا شما وقتی متوجه شدی دو نفر کنار تو هستند، ملکین موکلین، دیگه تو رفتارت عوض میشه. خیلی یؤمنون بالغیب اثر داره. وقتی من متوجهشم دو تا دوربین خیلی قدرتمند قوی با یک حافظه میلیون ها امکان نصب روشونه های من، دیگه من شجاعت میکنم راه رو خلاف برم. یؤمنون بالغیب یعنی همین، یعنی بپذیر این هست، بپذیر آقا میبیندت. یؤمنون بالغیب. پس شرط اول اینو قوی کنیم، یعنی بدونیم یه چیزی غیر از اون چه مقابل چشم من و شماست وجود داره. دومین شرط، و یقیمون از سلام، برای نماز همت کنیم. عرض کردم شبهای گذشته و سالهای قبل که اقامه سلات صرفا نماز خوندن نیست، نماز خالی فایده نداره. اقامه سلات یعنی اسباب نماز خوندنم فراهم کن، به چهار نفر کمک کن، فضای فراهم کن که بتونن نماز بخونن. گاهی سری بزن سرور معظم اینجا برای اداره مرکز کمک میخواید، کمک مالی، کمک قدمی، کمک ذهنی، بیام جلو اقامه سلات صرفا بگم الله اکبر نیست، نخیر. اقامه نماز یعنی همت کن بیا وسط. این خیلی مهمه، همت کن بیا وسط. یقیمون از سلات و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه ما به اونها دادیم بیان جلو انفاق کنن. نفرمود هر چی دادم بده. ادبیات آیه خیلی زیباست، میگه و مما رزقناهم. چه اشکال داره؟ یه بار عرض کردم برخی داخل ایران به من گله میکنه آقا بحث خمس از کجا به دست آوردید؟ همینجا هم همینه. آقا خمس از کجای قرآن به دست آوردید؟ مش میگم اصلا کاری به قرآن نه، کاری به روایت نه، به فرموده علما نه، ولی خوش انصاف برو تو یهودیت ببین خمس میدن یا نمیدن. اگر گفتن ما نمیدیم، اگه مسیحا گفتن خمس وجود نداره، منم میگم خب حالا آیات قرآن ما سانسور کن. ولی برو ببین در ادیان اصلا اداره امر دین، زعامت امر دین بدون امکانات مالی فراهم نیست، فراهم نیست. عرض کردم مما رزقناهم ينفقون یه بخشش برمیگرده به حوزه دین، یه بخشش برمیگرده به حوزه جامعه. یه وقت نکنه تو سوئد 4 تا جوان باشن به خاطر شرایط مالی، فضای کار، فضای ازدواج اینا فراهم نشده و من در دستم هست. من خیلی لذت میبرم یه مجلسی بعد از این مسجد یکی از این عزیزان برگزار میکنه، من لذت میبرم. چرا لذت میبرم؟ برای که میبینم با اخلاصشون قدم مالی رو برمیدارن. حالا یه جا اطعام، یه جا خدمت کردن به 4 تا خانواده متدین، و در رأس اینها سامان دادن مراکز. این سنت و خاطر مبارکتون باشه. این از مرحوم آیت الله العظما کاشف الغطا نقل شده که وقتی صحبت شد در مورد اطعام در منزل، میگفتن خیلی امر پسندیده است، اما اول مسجد هندی رو آباد کن، یکی از مساجد نجف. میگفتن مسجد آباد بشه، خونه ها رو هم آباد کنید که مرکز دینی حفظ بشه. و مما رزقناهم ينفقون یعنی چی؟ یعنی از اون چم که خدا به ما داده در کنار عبادت اهل بخشش هم باشیم. بیایم چرا؟ خب یه صلواتی مرحمت بفرماییم. یه شخصیتی داریم امشب متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها است. دیگه شام غریبان
پرچم کاروان، علم کاروان دست بانوی دوسرا حضرت زینب. من خیلی کوتاه میخوام معرفی کنم، همین توسل و عرض ادب من انشالله مدعاه محترم فیض رو خواهند داد. یه شخصیتی داریم به نام عایشه بنت عبدالرحمن. این خانم سال 1913 در دمیات مصر متولد شد. پدرش عبدالرحمن از شیوخ و اساتید دانشگاه الازهر مصر، دانشگاه مهمی است. این خانم با سختی تحصیل کرده. چرا با سختی؟ چون اون جامعه سنتی قدیم در خیلی از کشورهای اسلامی اینجور بود، میگفتن خانوم ها درس نخونن، یا خیلی نگران درس خوندن دختر خانوم ها تو محیط های آکادمیک بودن. لذا این بنده خدا هم آرام و آرام یه درس های قرآنی پیش پدر خوند، اما درس های دیپلم رو با سختی خوند. دست به قلم هم خوب شد، یعنی مقاله نویس. اون موقع در الاحرام مقاله می نوشت، منتها برای که یه وقتی برای پدرش بر یا حاشیه درست نکنن، برای خودش یک لقبی درست کرده بود به نام بنت شاطع، یعنی دختر ساحل. یه لقب درست کرده بود، شناخته شد. یه وقت به پدرش کسی گوشه کنایه نیاد که دختر تو رفته آکادمی. این خانم تیزهوش و نخبه آثار ارزشمندی داره. دکترای خودش رو با طه حسین، شخصیت برجسته عرب، با او دفاع کرد با معدل عالی ممتاز. یعنی یک خانم نخبه است. سالها در مراکش، لیبی، دانشگاه ریاض و دانشگاه مدینه عربستان استاد برجسته بود. یک نخبه. یک کتابی دارد، این کتاب خیلی ارزشمند، احوالات حضرت زینب رو در این کتاب نوشته. این کتاب رو در سنین 50 خورده سالی نوشته با یک قلم بسیار زیبا. اگر بخوام به شما عرض کنم یک کتابی که کلن کتاب روزه است، اما علمی نوشته ولی روزه، یعنی هر خط رو میخونید عشق داره، همین کتاب حضرت زینب اوست. تو مقدمه کتابش دلیلی که این کتاب رو نوشته بیان میکنه. میگه من از طفولیت، یعنی 3-4 سالگی با نام حضرت زینب انس داشتم و آرزوم بود که بنویسم زینب کیست، بنویسم زینب کیست. تو مقدمش توضیح میده، میگه پدر جان کتاب رو به تو اهدا میکنم، روح تو شاد، به تو اهدا میکنم. چرا؟ میگه چون تو منو با زینب آشنا کردی، تو منو به اقیانوس وصل کردی. چطور؟ میگه یادم من بچه بودم زمستان، تو آغوش مادرم بودم، شما لباس پوشیدی، یک ساک کوچیکی به دست میخواستی بیای قاهره. شب بود، زمستان بود، ما هم در یک شهر اطراف دمیات، مادرم هم باردار بود و پا به وضع، یعنی نزدیک به وضع حملش بود، امروز فردا معلوم نبود، نزدیک به وضع حمل بود. نگران بود که تو پدر نباشی و یه وقت وضع حمل فرا رسید، خیلی نگران، هم زمستان، هم دور از شهر، هم شرایط نگران با مای بچه. مادرم شروع به گریه کرد که اگر ممکنه رفتن صرف نظر کن. تو با مشاهده گریه مادرم لباستو کم کردی و نشستی، من رو بغل کردی به آغوش و شروع کردی به سخن گفتن با مادرم که او رو آرام کنی. تو جملاتت برگشتی گفتی مجلسیست برای حضرت زینب، تو ماه رجب هم بود، و من باید در این مجلس حضرت زینب شرکت کنم. همینطور که برای مادر توضیح میدادی، من ازت پرسیدم بابا جان این زینب کیه که به خاطرش باید مادر ما تنها بمونه و مادرم نگرانه؟ من هم بچه خردسال شروع به گریه کردم. اینجا بود که پدرم شروع کرد به توضیح دادن شخصیت حضرت زینب. یادم وقتی شروع کرد پدر زینب رو معرفی کنه به من خردسال، مادرم با جملات پدر عشق میریخت، خود پدرم عشق میریخت. من از اونجا مهر این بانو به دلم افتاد، لذا این کتاب رو نوشتم تقدیم به روح پدرم. این کتاب کتاب ارزشمندی است. شروع میکنه به معرفی زینب. خیلی میخوام خلاصش کنم.
امشب بنا داشتم خیلی اذیت نکنم، شب شام غریبانه، اما حیفم میاد حق مطلب مختصری نسبت به حضرت زینب ادا نشه. اولین جمله میگه میدونی زینب کیه؟ کسی است که وقتی متولد شد آقا رسول الله خیلی خوشحال بود، خودش نام زینب رو بر او گذاشت. چرا؟ چون آقا رسول الله یه دختری داشت به نام زینب که قبل از بعثت زن یک مشرک بود. رسول خدا خیلی رنج کشید که زینب به او ملحق بشه، خیلی اذیت شد. آخرالامر زینب که باردار بود آمد به سمت مدینه مهاجرت کنه. دو تا از مشرکین این دختر خانم رو ترسوندن، از مرکب با شکم باردار به زمین خورد، این بچه سقط شد. رسول خدا اون نانجیب ها رو نفرین کرد، اما زینب در اثر بیماری این سقط جنین دیگه سرحال نماند و از دنیا رفت. موقع دفنش پیغمبر رفت داخل قبر، این دختر خانم رو به قبر گذاشت و اشک ریخت. لذا نام این دردانه رو خود رسول خدا زینب گذاشت، گویا به یاد همون دردانه. این کلام این خانم نویسنده است. میگه این گام اول. خب از اینجا باید بدونید که زینب تو آغوش پیغمبر بزرگ شد. خیلی عبارت ها، این خانم عایشه عبدالرحمن اهل سنته، ولی قلمش حیرت انگیزه. میگه شما شنیدید پیغمبر میامد مقابل خانه فاطمه هر روز؟ به نظر من شاید بخشش به خاطر دیدن ای دردانه زینب. این کلمات این خانم، این فراز اول. میگه حالا این دختر خیلی انس با جدش داره، اما در 5 سالگی که نیاز بیشتر به جد داره، این جد بزرگوار از دنیا رفت. میگه زینب از جمله افرادی بود که موقع تغسیل و تکفین به احتمال زیاد حضور داره، ارتباط با پدر بزرگ، شاهد اون مصیبت هاست. یه تکه آورده، تکه عجیبی است این خانم اهل سنت. میگه این خانم دید که آمدن سراغ علی که بیا در سقیفه جمعند، اما پدرش جواب داد من مشغول به آقا رسول خدام و این بر من مقدم است. اینا رو خیلی خانم بیان کرد. این گام دوم. یه نکته اشاره میکنه، میگه اما مصیبت های این خانم اینجا آغاز شده. چطور؟ میگه یکی از صحنه های تاریخی که خیلی از مورخین گفتن، طه حسین هم اشاره میکرد، اینه که این بانوی کم سن و سال، قریب 5 سال خورده ای، کنار مادر، شاید دست به دامن مادر با هم می اومدن بیت الاحزان، و قبل از بیت الاحزان تو مسیر کنار قبر پدرش جد بزرگوارش رسول خدا، این دختر خانم میدید این اشعاری که قرائت می شد مازا علی من شم تربت احمد انلای شم مد زمان قوالیا صبت علی مصائبون لو انها صبت على سرن صبت على الايام سرنا ليالي. میگه من کنار مادر بودم، میدیدم این اشعار رو قرائت میکنه، ای رسول خدا مصیبت هایی به من وارد شد که اگر این مصیبت ها به روز وارد میشد شب میشد. اینا رو خانم نقل میکنه، میگه زینب اینه، 5 سالگی هم باید کنار مادر این لحظات رو تحمل کنه. یه جمله رو بیان کرده، من نمیدونم سند چیست، اما با تأکیدی خانم در کتاب ذکر میکنه، این کتاب رو مرحوم شهیدی هم به فارسی ترجمه کرده. جملهش اینه، میگه اون لحظات آخر هم زینب همش کنار بستر مادر. یه عبارت مادر داره وصیت میکنه، زینب مراقبت بر برادرها، پرستاری بر برادرها. اما یه جمله این خانم دکتر عایشه بنت عبدالرحمن میگه میسوزاند، او جمله هم اینه، دخترم، خطاب به یه دختر کم سن و ساله، یعنی هنوز 10 سال و 9 سال نیست، اما جمله اینه، دخترم بر برادرانت مادری کن. این خانم میگه این جمله خیلی سوزناکه، چطور حضرت توقع دارد یه دختر خانم کم سن و سال
بر این برادرهای مصیبت دیده که آماج حملات خواهند بود مادری کنه. اینها رو بیان میکنه تا میرسه به اینجا، میگه اون جایی که برادرش حسن مشتبه گرفتار شد او رو همراهی کرد، پرستاری نمود، اما در صحنه کربلا نمیدونم چه مصیبت هاییست. ایشون میخواد تعبیر کنه، میگه یقین دارم بزرگترین مصیبت برای این بانوی بزرگوار تا اینجا مصیبت همراهی با مادر به سمت بیت الاحزانه. خیلی مادر رنج کشیده ای داره، اما وقتی به صحنه کربلا میرسم متحیرم، این مصیبت دیگه چگونه قابل تحمل. میگه با عبدالله جعفر ازدواج کرد، اما شرط کرد عبدالله من به همسری تو در میام، اما توقع نداشته باش که از برادرانم دوری کنم. اومد به صحنه کربلا، برادر رو تنها نگذاشت، اولاد تقدیم برادر کرده، اومد در صحنه کربلا. یه متنی بیان میکنن، میگن از امروز ظهر به بعد که دیگه رایت حسینی به دست این خواهر با عظمت آوردند، به سمت کوفه وارد شدند. حضرت برخورد کوفیان رو دیدن، در حال آرام کردن اهل حرم یه خطبه خواندن که کوفیان عزادار شدن، دیگه فرصت نیست من فراز و خطبه رو بخونم. یه نقطه. نقطه دوم، رسیدن به شام، دربار یزید. تا اینجا هم بانو زینب خودش رو هنوز معرفی نکرده، داره این صحنه ها رو رصد میکنه و این ایتام رو آرام میکنه. میگن یه جایی بانوی معظمه برخاست، خطبه ای خوند، عتابی به جانب یزید که هند فرزند عبدالله عامر همسر یزید از پشت پرده دامن یزید رو گرفت. کار به جایی رسید که این کاخ به لرزه آمد. میدونید کجاست؟ این بانوی معظمه مشاهده کرد سر مطهر مقابل مورد جسارت قرار گرفت. اینجاست این بانوی معظمه برخاست، خطبه قرا، کار به جایی رسید. مورخین نقل میکنن، این عایشه بنت عبدالرحمن با یه بیان زیبا نقل میکنه، میگه چنان شد که یزید به لرزه افتاد، دستور داد اینها رو آرام کنن، مجلس نخست برای حضرت بگیرن. این وجود نازنین، این زینب با عظمت. بعد از همه این کلمات یه تعبیر داره، میگه مصیبت زینب رو میخواد مشاهده کنید، او لحظه ای که برگشت به مدینه با این ایتام چگونه باید به مدینه خبر برسوند. میگه من نمیدونم کدام مقطع بر زینب سخت و دشوار است، اما یقین دارم هیچ لحظه ای دشوارتر از اون لحظه ای است که مادرش در بستر جان داد و شبانه به خاک سپرده شد نیست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین والحمد لله.